فراخوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت، 4 اردیبهشت 93. 1. تحقیقات مستقل بین المللی درباره یورش وحشیانه به زندان اوین در 28 فروردین 1393 توسط کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد و دکتر احمد شهید نماینده ویژه درباره ایران. 2. مداوای فوری زندانیان توسط پزشکان و در بیمارستان‌های مورد قبول آنها و خانواده‌هایشان. 3. بازدید منظم و مستمر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از زندان‌های ایران. همچنان که شاه نیز در دوران پایانی حکومتش در سال 1356 به آن تن داد. 4. ارجاع پرونده نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد پس از 60 قطعنامه محکومیت در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد. 5. مشروط کردن روابط سیاسی و اقتصادی آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو با رژیم ایران به توقف اعدام و شکنجه و اجرای قطعنامه‌های ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران.